واقعا که شب یلدای نظامه. به قول شاعر، میون این همه کوچه که به هم پیوسته، کوچه قدیمی ما کوچه بن‌بسته. از رئیس جمهور شدن احمدی نژاد تا همین الان حسرت به دل موندم که برنامه چهار استراتژی اجرا کنم که توش بیام ابراز خوشحالی کنم و چند تا خبر خوش بهتون بدم. نمیشه که نمیشه. شفاف بگم، ظاهرم اینه ولی ته دلم سگی سگیم. من فی الواقع احساس میکنم میون این همه نظام که تو دنیا به هم پیوسته، نظام قدیمی ما توی یک بن‌بست. برای باز شدن این بن‌بست دعوت کردیم از معمار استراتژیکی نظام آقای دکتر بزن‌بهادر، بولدوزر مسائل استراتژیکی نظام از مدل D8 هشتیدن بزرگ، پشت هیچ نمونه زاویه‌اش عوض نمیشه. ما آقای دکتر بزن‌بهادر رو دعوت کردیم تا ببینیم ایشون با اون ید توانا و قدرتمندشون چطور فوز این بن‌بست رو میزنن. بن‌بست مرگباری که در مثل مناقشه نیست، فوز مقام عظما رو زدن. قبل دارم الهی، این دفعه تو آینه بغل رو به جایی نزدی. باشه، سپارت هم این زنوبر گیر ندادی، اما همچین زدی به جدول که باید بیا پایمیش که این جدول رو حل کنیم با هم دیگه. تو که بیشتر از اون بن‌بست پوز مقام عظما رو زدی. این چه بعد صحبت کردن رو مقام عظمای بدایته؟ مگه ما چند تا پوز مثل پوز ایشون تو نظام داریم که همچنین مفت خرج میکنی برای خودت؟ چه وضعیتی رو گیش کردی؟ من عرض کردم که در مثل مناقشه نیست آیه دکتر بزن‌بهادر. حالا دیگه نمیخواد بیشتر بحث کنی، قبل برم رو پوز ایشون بانست و برو سر سوال بعدی. اما قبل اینکه سوال بکنی نمیخوام بذارم همچنین مفت مجانی سوال کنی. چرا؟ چرا با این تهاجمی که بد کردم توی وضعیت در بوداغونی هستی؟ سوالم که بکنی الان سوال در بوداغون تو در میاد. اول میخوام مسائل سنجیگه تو کلن روشن کنم. خود همین مسائلی که میخوام روشن کنم روشن شد، یه فندک میگیرم زیر. بله روشن شد. اصلا برای روشن میکنم. بله بله. خوب آماده است برای روشن کنم. استاد هم میزنی. سرشما هم میزه. الان برای روشن میکنم. نگاه کن قبل بره بلایی، همونطوری که تو اول گفتی الان ما در یک محاصره استراتژیکی هستیم. این محاصره رو باید تو کلت فهم بکنی، انقدر فهم بکنی که یک کسی نمیزنی یک کسی هم بیاته پایین بفهمی چه این محاصره شدی. اینجا لوکزامبورگه. بله. از همینجا بود که یه مشت محکم خورد تو پوز مقام عظما، همونطوری که تو هم گفتی. اینجا لوکزامبورگه. میری این طرفتر ایتالیا هست. تو ایتالیا اون دادگاهی هست که نمیخوام اسمشو بیارم، اون وضعیتی که اونجا وجود داره. اون طرف تا آرژانتین، آرژانتین نشون میده اون طرف میشه آرژانتین. آرژانتین هم که وضعیت روشن رو نمیخواد وارد بحثش بشه. این طرف تا این طرف تا میشه ملل متحد. اون داستان قطعنامه 53 بار برو نیویورک، نیویورک ملل متحد، آها اونم ملل متحد. اون طرف تا قضیه دانشگاه تهران و دانشگاه امیرکبیر رو با هم یه جه نشون میدیم. و خبرگان اوه داستان آرژانتین ولی نکن دیگه، همین کارا رو میکنه دیگه. آقای هاشمی رفسنجانی تازه انتخاب شده، میخواد دستگیر بشه، یه جوری خبرگان نشون بده، چهارچنگونی نشون بده. خبرگان اینا وضعیت نشون دادن خبرگان بود. احمدی نژادی که همینجا رفت که قرب برم، فقط بخاطر یه تصویر کلی داشته باشی از وضعیت بنبست استراتژیکی در داخل نظام. حالا من دکترینی میخوام بهت بگم که این دکترین اگه بری تو کلات دیگه میفهمی چی به چیه. اگه از آسمون دو تا سنگ بیفته پایین، یکی میخوره پس ملاج مبارک مقام عظمای ولایت، دومی چیکار میکنه؟ دومی وای میسه تو نوبت که اونم بخوره پس ملاج ایشون. تازه اگه سه تا هم بیاد، سومی هم وای میسه دومی که خورد، سومی که تو خوب نخوردی من بهتر میخورم، دوباره میخوره تو ملاج ایشون. به خاطر همین شما هر وقت مقام عظمای ولایت نگاه کنی سه تا جای سنگ سر کلهشون هست. اون به خاطر این وضعیت استراتژیک که چالان توش به سر میبری. سری برو سر سوال بعدی جواب نستا. میخواستم آیه دکتر بودم برم دانشگاه. تو واسه جاده دراز برو دانشگاه، فکر کنی تو چیکارت میکنی دانشگاه؟ ایراد میدن دانشگاه. منظورم اینه که برادر بسیجی پرسیدم که من اون دفعه پرسیدم که چرا آقای احمدی نژاد رفت دانشگاه؟ دانشگاه بکنی. آها داشتی دوست بازی میکردی، میخواستی سوال بکنی، میخواستی بی‌مزه‌بازی در بیاری. باشه سوالتو بکن. گفتم که چرا آقای احمدی نژاد با وجودی که دانشجو بهش گفته بودن نه یا اینجا ما حسابتو میرسیم رفتن دانشگاه. کاش که به اون برادر بسیجی گفته بودن که دیگه این سوالا نکن ما حسابتو میرسیم. چرا این
این کلش کار نمیکنه اینو بفهمید. ده بار بهش گفتم ما دوالیم بحثو میاره رو میز، عجب وضعیت گیر کردیم ما. قبل بده خود آقای احمدی نژاد بنزه کافی تو این زمینه نفهم هست. من ده بار بهش توضیح دادم تو کلاس استراتژی نظام، گفتم احمدی نژاد طرف دانشگاه پیدا نشه ما رب به میچه وضعیت گیر بود. داستان استراتژی آب خوردن میدونی نمیدونی؟ خب نمیدونی. یه روز یه کچله رفت تو سلمونی، همه بهش خندیدن پوزخند زده، گفت چی اومدم آب بخورم. خود آقای احمدی نژاد میدونه که نرفت دانشگاه سخنرانی بخورانی، رفت اونجا آب بخوره کار اینجوری بکنه. خلاصه میخوام بگم وضعیت قاراش میشی بود که دیگه خر بیاره باقالی بار کن. قربه برم چهار تا بغل ماشینای حفاظت ایشون دنگی خوردن و امنیتی توی وضعیت قاراش میشت. من میفهمم چهار تا ماشین برای نظامی چی دستم تو کاره. راننده پای یک تست گواهی نامه 150 کیلو وزن دوزن بدون دوپینگ هر کی بخواد آزمایش کنه. برو سر سوال بعد. این بحث اتمی رو اتمی رو دیگه نمیخواد واردش بشه. قربه برم من ده بار من عجب بدبختی دارم ها. من برای کاغذ کار با بزنم زیر حرفا که میزنم، به هر کی حرف میزنم دوباره یکی دیگه اون سوال از من میکنه. از قدیم مرحوم ابی همیشه میفهمون بزن بادور از میکردم بله میفهمونن سوسک وقتی بخواد خودکشی کنه میره بغل دمپایی میخوابه. این اتمی همون دمپایی که آقای عبدالله هی میره کنارش میخوابه. روشن شد یه بزن در دو نه روشن نشد آقای روشن نشد آقای دکتر بزن بابا اگه روشن نشد دیگه این ماشین روشن بشه نیست بولش بره بنسو دره بولش هر سوال بعدی با سر سر اتمی. من یه بار واسه اون با توضیح بدم برو واسه این اگه اون فهمید این نمیفهمه. آقای دکتر بزن بادر سوال بعدی رو مطرح میکنم. یکی از برادران مسئول حوزه رأی‌گیری نامه نوشتن و از آقای کروبی گلایه کردن. گفتم چرا آقای کروبی صندوق رأی نظام رو به تغار ماست تشبیه کردم، چه شباهتی بین این دوتاست؟ چرا ایشون اینقدر بی‌تربیت هستن و حرمت مقام عظما رو نگه نمیدارن و خون به دل ایشون میکنن؟ مگه ما چند تا مقام عظما داریم؟ اونم یک مقام عظمای 60%، پرانتز اشاره به انتخابات دارم میکنم، فکر دیگه ای نکنین، پرانتز بسه. اون هم مقام عظمایی که این روزا بلیتش برده و از آسمون زمین داره براش میبره، مقام عظمایی که خدا تو سر مبارکشون زده. دیگه آقای کروبی چرا میزنه؟ خودش بخونی فهمیدم دیگه. عرض و طول شعور از بسیجی دست بر هست، حالا بخواد بره مسئول حوزه رایگیری هم بشه مگه چه فرقی میکنه؟ کاش اون تاغار ماست اول میخورد تو کله خودش، نصف میشد نصف میخورد تو سر کله آقای کروبی که دیگه بحثا نکنه. نصف کم دیگه میذاشیم برای سوال بعدی که بعد میدونه حتما یه کدیکی بدتره این سوالایی که میکنی. مگه تو نظام اصلا نیازی از به تقلب توی رایگیری؟ مگه همه یه تقلبات در روز رأی‌گیری انجام نشده؟ خب من برم الهی، ولی 60% رأی که مقام عظما ولایت انتخاب کردن از یک هفته قبل اعلام کرده بودن، از یک هفته قبل همه ما میدونستیم که 60% رأیه. پس تقلب هر چی بوده اون روز نبوده، روز قبلش بوده یا قبلش بوده. برای چی رفتی بگین؟ بعد تازه مگه اگه یه برادر بسیجی میخواد کار بکنه ما میخوام براش فضای کار ایجاد بکنیم؟ بعد کاری کردیم قربون برم الهی. اگه تقلب از روز انتخابات برداری، پس این برادر بسیجی چطوری شرکت خودش در انتخابات نشون بده؟ نظام ما دموکراتیک ترین نظام در عالم هست. اینو یکی از روزنامه‌ها نوشتن. شما نظرتون راجع به این نظام دموکراتیک و به خصوص این انتخاباتی که صورت گرفت؟ دموکراتیک ترین نظام در عالم هست. خب ببرم تو هر جای دنیا نگاه بکنی یا رأی‌گیری نیست یا رأی‌گیری هست و کم هست یا دیگه حد اکثر یه رأی‌گیری را میندازن هر کمی یه بار رأی میده. ما در همین انتخابات داشتیم برادرانی که تا 30 بار رأی دادن. قربون برم دموکراسی دیگه تا کجا؟ هی همینجوری رأی میداد عین ارکان آرشیو ویولون، میرم رأیشو میداد تو صندوق برمیگشت شناسنامه دیگه، رأی میداد تو صندوق برمیگشت شناسنامه دیگه. به حوالی داشتیم که برادرا انگشتاشون که رنگی میشد همینجوری پاک میکردن، شناسنامه‌شون هم پاک میکردن، مواد پاک کننده که آورده بودیم. قربون برم رأی، میخوام بگم این قیمت دموکراسی که تو نظام پرداخته شده، همینجوری گالون گالون ماده پاک کننده، همینجوری کارتون کارتون شناسنامه و همینجوری انبو بلا نسبت. نمیخوام بگم گله گله برادران بسیجی که همینجوری رأی میدن تو صندوق. خب باشه، بالاخره تو مملکت ما هم عوامل خارجی هستن، یه 60 تا میلیون عوامل خارجی هستن که رأی ندادن، ولی بالاخره برادران بسیجی که رفتن این کارو کردن، اینا دیگه دموکراسی خودشو بوده، دوست داشته 100 تا رأی بده، تو چه کاری داری؟ میخوام بگم که من میفهمم که این حرفا که برات میزنن خیلی سنگینه، میره همش همینجا گیر میکنه، اما چیکار کنیم که بره پای؟ هیچی، با یه ضربه استراتژیکی همینجوری پلو پلو اینا رو میدیم پایین تا بالاخره برات قابل هضم بشه. اما یه سوال میکنم، این چند تاست؟ این چند تاست؟ پشت رو بازم تو تاکتیکی جواب دادی، استراتیکی جواب بده. این 64 تاست، یه 62 با یه 4 من میدونی نه اون چیزی که تو گفتی تاکتیکی جواب دادی 5 تا، استراتیجیکی 64 تاست. خود مقام عظما ولایت میگفتن 60% رأی و این 60 اشاره میکردن که خلاصه اینجوری با تو رسیم که 60% آرا رو جمع وجور بکنیم بریزیم توی صندوق. حالا لازم صندوق ها از تو صندوق در آوردیم، بالاخره تو خونه چیکار داری؟ ولی رأی 60% رو اینجوری خودشو اعلام کردن. قرب بر از قدیم گفتن که آدم گشنه خواب نون سنگک ببینه، اونم با خاشخاش اضافه. خب بالاخره تو نظام 60% گفتن، تازه بیشترش هم میخواستن. متوجه
پوشیده شو بگن چون که خیابونا خلوت بود نمیشه از این میشه. آیه دکتر بزن بازار بنا نشد شما این مسائل رو بکنید. من رو نکنم قربان برم همه چی ریخته بیرون بابا جون، سفره وضعیت نظام همه جا ولوه. حالا من رو کردم آخه مخلصتم نوکرتم. آخه تو هر دفعه کاسه کوزه ما رو به هم میریزی. من کاسه کوزه میزنم اصلا کاسه کوزه.